چند سال پیش اینها اومدن، رئیس بانک من عوض شد در خیابان شانزلیزه و یک بانک معتبر جهانی رئیسش که عوض شد، رئیس اومد یه نجیب جهان خوشتیپ فلان، اسمش که گفت اسمش کوچکش بود حیدر علی. گفتم حیدر علی اومده اینجا رئیس شده. بعد از صورتون گفت تو میدونی حیدر علی یک اسم ایرانی؟ گفت آره ما اصلا ایرانی هستیم. بعد حیدر که میدونی چی؟ یعنی حی در آدم زنده میگیره از وسط دوتا میکنه، پاره میکنه. یهودی ها که یه کار میکرد، یهودی ها رو علی میگرف، امام علی از وسط دوتا میکرد یهودی ها رو. اسم گذاشتن حیدر کرار، حیدر. حمله هایی که کرده بود و قلعه های یهودی رو تصرف کرده بود، مثل خیبر و دیگه، اینا آدم ها رو جلو پاره میکرد، میکنن حیدر صفتر، میزد تو صف میزد از بیرون. ما یه مدتی گذشت، چون منم همیشه دشمن سعی کرده ما رو ترتیب ما رو بده، ما همیشه آقا یهو دیدم یک بازیه رو حساب بانکی من داره میشه، هی بهش مرد نگودم آقا این بازی چیه؟ حساب ما که پول داره، چرا این کاری کردی؟ آقا وقتی اشتباه انفرماتیک بده، یعنی اشتباه کامپیوتر. آقا 10 تا از اشتباهات پیش اومد در از یه ماه، من فهمیدم دوزاریم جا افتاد که یک کلکی خوشتن رسمی رو حیدره. آره پدر خود یارو کاری نبود، برادرش از پاکستان میاد تو خونه‌اش، رئیس بانک ما، خب همه دنیا میدونه، برای همین بعضی اطلاعات نباید پخش بشه. بعد برادر اطلاعات میگیره، کارت ما زیر کپی میگیره، میگه حتی تو پاکستان زیر جای دیگه میری کار میکنه. بعد یهو من اومدم این کارتای کریدی که داشتم اعتبار قوی هم داشت توی بانک یارو پس دادم، گفتم آقا اینا همشو پس میدم، کم کم میخوام از این بانک برم بیرون. به رئیسشون هم، رئیسم رئیس کلشون، که آقا من مشکوکم به این بانک تو و تشکیلات و اسناد رو برش فرستاد. آقا یه مدتی گذشت، یارو هم برای ما کاغذ نوشت داد، ایمیل هم زد که آقا این کارتی که تو به من دادی، کارتی که اعتبار رقمای بالای پولی داشتم، کردیت کارتات ما بستیم دیگه، تموم شد. به جون شما ما رفته بودیم ماه آگوست تعطیلات، خب نیستن همه میگه برن تعطیلات ماه جولای و آگوست. یه وقتی برگشتیم دیدم یک پاکت گنده از من که من اومده صورت سم وا کردم، دیدم 20 صفحه کارتای ما از 2 یورو بگیر تا 700 800 هزار 400 هزار 500 یورو خرج شده. این کارتا که کامون هر کنسل شده اعتبار نمیشه که ببین تا چجوری ترتیب میدم. آقا ما فوری گرفتیم رفتم پیشش، گفتم این کارتی که ما همه کنسل کردی، تاییدی هم کردی به من فرستادی، یک. دوم اینکه من نبودم، اصلا تعطیلات بودم، من تعطیلات رفتم دوید شما رو اینم هتلم متلم این تو آمریکا و توی لندن و توی پاکستان خرج کرده. آقای این اشتباه شده، شما برید شکایت بکنید کلانتری، شکایت نامتون رو بیارید، ما اینا رو به شما برمیگردیم حلش کنیم اینا. خب کارتای من یهو وقتی این کارو میکنه، شما در نظر بگیرید که دیگه نمیتونم با کارتم استفاده بکنم اگه دیگه هم دارم، چون شد یه ضربه بزرگ اقتصادی چند میلیونی به من وارد شد تو این قضیه. و بعد که تو حالا بیاو آقا، بعد به رئیسش که رفتم میگم، رئیسش همون جریان موقعی بود که جریان پاناما پیپر پیش اومده بود و فرانسوا هولاند هم به من نوشته بود که من دشمن اصلیم فایننس هست، یعنی سرمایه‌گذاری باطل. و بعد پیدا شد که آقا توی بازی ضربه بزرگی که به ما زدن. بعدم که ما تحقیق کردیم دیدیم یارو حیدر علی، میدونی کیه؟ تو ایران خوب میدونن، تو ایران حیدر علی رو بچه‌ش، البته من اسم فامیلیش نمیگم، خوب میشناسن. کسیه که یارو پاکستانی است و تمام گنبدهای طلای جمهوری اسلامی رو این میسازه، و همین فاطمه زهرا ماتمی زهرا و همه خرجای دوستی رو این تشکیلات جهانی. حالا در بابه تشکیلات جهانی ارتجایی، خب از وارم تشکیلات جهانی میده میشه که ترتیب اینا رو بخواد بده دیگه. حالا از اون ور مهار باید روز به روز نابودتر کنن، ذلیلتر کنن. چیکار میان میکنن؟ به خاطر که موارد تو نفهم اینا. آقا روسری تو چک کن، ولی زنان ما شجاعن، زنان ما شجاع دلیر. تو با این نسل دیگه نمیتونی کاری بکنی. این نسلی که اومده بیرون، این زنان شیرزن آریای ایرانی که اینها که این بار شهریاران آزادی بخش ایرانی هستن، شهریاران آزادی بخش، رهبران آزادی بخش نوین ایران، این زنان هستن. ببین روسری چیز از سر برمیده. آمدم که سر نهم، عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که
شکنم شکر برم، ای شکنم شکر برم. آمده ام چو ابل جا از همه دیده ها نها، آسوی جان